سلام پنجشنبه 20 مهر 1402 12 اکتبر 2023 میلادی با اسخاهی از اینکه به دلیل سفر و جابجایی برنامه به جای چهارشنبه پنجشنبه داره خدمتتون ارائه میشه آتش جنگی که آقای خامنه‌ای به دست حماس روشن کرده ششمین روزش رو پشت سر گذاشته و تا کنون از سمت اسرائیل 1300 کشته و از سمت فلسطینی ها 1417 کشته گزارش شده و هزاران زخمی از طرفین اتباع 36 کشور ناپدید شدند یا کشته و مفقود شدند که بیشترشون در جشنواره موسیقی شرکت داشتند و مسائلی که این داستان به وجود آورده و باز هم ادامه خواهد داشت اما اسرائیل در این فاصله دو کار رو داره میکنه یک طرف در واقع برنامه های نرم و به کار گرفتن قدرت نرم اسرائیل و حل مشکلات درونیشه که اعلام تشکیل دولت وحدت ملی صورت گرفته آقای یوف به کنار آقای نتانیاهو رفته و گفتن که جا برای آقای لاپیت هم محفوظ دو رهبر حزب مخالف آقای نتانیاهو سفرای اسرائیل در سراسر دنیا از سازمان ملل تا کشورهای مختلف شروع به بر تماس گرفتن ملاقات و توجیه و توضیح جنایات حماس پرداختند و برای وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو هم سفیر اسرائیلی فیلم های سانسور نشده جنایت های حماس رو نشون داده که در, در میان این فیلم ها سربریدن کودکان اسرائیلی هم وجود داره در همین تماس ها سفیر اسرائیل در چین از این کشور خواسته که از نفوذ خودش روی ایران استفاده کنه و خواستار این بشه که جمهوری اسلامی دست از حمایت حماس باید برداره و در این جنگ هم مشارکت نکنه اما در حوزه سخت افزاری و آمادگی برای جنگ اسرائیل بیش از 300 هزار نیروی ذخیره رو احضار کرده و صدها تانکش روانه مرزهای غزه شدند نیروهای ذخیره را در شمال چیده تا کنون حملات هوایی اسرائیل گفته میشه بیش از شش هزار بمب روی غزه ریخته شده و همچنین وزیر انرژی کابینه آقای نتانیاهو اعلام کرده که راه آب تا زمانی که هماس نابود بشه آب بسته است برق بسته است حمل و نقل بسته است که به این ترتیب کمبود مواد غذایی هم در غزه ایجاد خواهد شد بیمارستان های غزه پر شدند و به گفته یکی از پزشکان دیگه ظرفیتی ندارند و عملا فقط سردخانه به عنوان سردخانه جنازه ها از اون استفاده میشه آقای نتانیاهو اعلام کرده که هر عضو حماس خودش رو مرده باید قلمداد کنه و تا و دنیا باید رفتاری رو بکنه با حماس که با داعش کرده و جنایات حماس که دست کمی هم از جنایات داعش نداره مسئله است که در واقع حرکت وحوش علیه تمدن نامیده شده بر صورت آقای بلینکن وزیر خارجه امریکا هم آزم اسرائیل شده و پشتیبانی تمام ایار امریکا از اسرائیل رو اعلام کرده ناوگان امریکا به شرق مدیترانه رفته و ناو هواپیما برای امریکا فورد در اونجا مستقر اعلام کردند که مهمات و سلاح و تجهیزات بیشتر هم به اسرائیل خواهند داد وزیر خارجه آلمان هم عازم اسرائیل خواهد شد و فرانسه هم تظاهرات به نفع حماس رو بنبانین که سازمانی تروریستی به آدمکش است ممنوع اعلام کرد. اما همونطور که قبلا گفتیم آقای خامنه ای از ارتکاب این جنایت به دست حماس سه هدف رو دنبال میکرد یکی، اینکه ضربه نظامی به اسرائیل بزنند و تجهیزات نظامی بیشتری شامل پهپادهای رادارگریز و کلاهکای انفجاری موشک ها و غیره و ایجاد کارگاه ساخت موشک و پهپاد رو در غزه در دستور قرار بدن و در واقع توازن نظامی رو به هم بزنند یکی مسئله به هم زدن صلح خاورمیانه به خصوص بین سعودی ها و اسرائیل مد نظرش بوده و در واقع از بیدان به در کردن نیروهای میانه رو در اسرائیل در سعودی در کشورهای عربی و همینطور در خود فلسطین و ابتکار عمل دادن به حماس و موضوع سوم در داخل ایران دوختن شکافای درون حکومت و همینطور شکاف بین مردم و حکومت در خصوص این سومی آقای خاتمی و آقای حسن خمینی و مادر او زهرا مستفوی هایی رو به آقای خامنه ای دادند یا ابراز نظرهایی رو کردند که مضمون اونها دفاع از حماس، کشتارهای حماس، تبریک به خامنه ای و تایید سیاست محو اسرائیل اما در اه اه خصوص مردم درون حکومت بیش از این توفیقی آقای خامنهی نداشته و در خصوص مردم هم که قبلا گفتیم برآورده خود وزارت اطلاعات نشون میده که مردم نه فقط هیچ موافقتی با این جنایت ندارند بلکه به شدت هم از دست حکومت جمهوری اسلامی عصبانی هستند و تأثیری هم که بر بازار گذاشته افزایش قیمت دلار سقوط بورس افزایش قیمت خودروها دورنمایی است که به عصبانیت مردم اضافه میکنه اما مسئله دیگهی که مطرح شده در واقع کشمکش مطبوعاتی است که در دنیا از یک سو نشریات معتبری مثل وال استریت جورنال یا واشنگتن پست در مقالات تحقیقی نوشتند که اخباری رو دارند که جمهوری اسلامی مشخصا در طراحی و تدوین و پشتیبانی این عملیات دست داشته اما نیویورک تایمز و به نقل از او سی این گزارش رو دادن که تهران هم غافلگیر شده و در جریان نبوده این روایت البته روایتی است که خود جمهوری اسلامی دوست داره که این روایت در دنیا منتشر بشه و کنار بیسته و نگران واکنش اسرائیل و نهایتا امریکاست مقامات کاخ سفید و همینطور مقامات مختلف اروپا و غیره هم کم و بیش روشون رو برگردوندند و عنوان کردند که شاهدی دال بر دخالت مستقیم تهران در این عملیات ندارند موضوعی که البته مسخره به نظر میرسه برای اینکه حمایت جمهوری اسلامی از حماس و پشتیبانی آموزش ارسال سلاح پول و غیره چیزی است که نه فقط قابل انکار نیست بلکه مسئولین جمهوری اسلامی به اون افتخار هم میکنند و عملا شریک حماس محسوب میشن چرا حالا یک چنین موزه ای رو میگیرند و سعی میکنند از کنار فعلا جمهوری اسلامی رد بشن اصلی ترین دلیلش رو باید در این دونست که نمی اگر حرفی رو بزنند اون باید واکنش مناسب نشون بدن که احتمالا انتهای اون درگیری با ایرانه و فعلا نمیخوان که تنش گسترش پیدا کنه و جنگ از اسرائیل و حماس به حتی لبنان برسه یا جاهای دیگه اگرچه اسرائیل فرودگاه دمشق و حلب رو بمبارون کرده تا جایی که هواپیمایی ماهان از آسمون برگشت و امیر عبداللهیان که از فردا به دمشق بره معلوم نیست اصلا بتواند پرواز کنه و بره یا نه و به حزب الله لبنان هم شدیدن اختار کرده که اگر دست از با خطا کنه وارد لبنان خواهد شد اما به نظر میرسه که خود اسرائیلی ها هم فعلا به مسئله هزب... هماس حماس میخوان بپردازند و پاکسازی غزه از حماس که البته کار دشواری خواهد بود برای اینکه طی سالها حماس در غزه راهروهای زیرزمینی انبارهای اسلحه در داخل بسیاری خانه ها مساجد حتی مدارس و غیره شکل داده و حرکت اسرائیل در این جهت احتمالا ممکن است که جنگ خانه به خانه و کوچه و خیابون رو به همراه داشته باشه شاید این اون چیزیست که حماس از قربانی شدن مردم که مشکلی نداره همینطور آقای ای و بدشونم نیاد که این اتفاق بیفته ولو به قیمت خونه هزاران هزار یا بلکه میلیون و زندگی دو میلیون فلسطینی ساکن قضی بر مسئله دخالت یا عدم دخالت ایران که گفته میشه سند و مدرکی نیست به نظرم بیشتر بهانه است و پشت اون مسئله جلوگیری از گسترش تنش در منطقه قرار داره که ممکن است در روزهای آینده این معادله تغییر کنه وضعیت آرمیتا گراوند دختر 16 ساله ای ایران که آخرین قربانی سیاست های ضد زن و ضد شهروندان ایرانی است در بیمارستان در پرده از ابهام قرار گرفته چون اخبار ضد و نقیزی بیرون میاد و وضعیت او رو ممکن است که حتی صحبت از مرگ این دختر جوان ایران هست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هم نامه مشترکی رو دادن و خواستار آزادی نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح سال 2023 شدن در دانشگاه آزاد هم 32 هزار استاد حق و تدریسی رو بیرون کردند و قرار است به جاشون 20 هزار تا دانشجوی دوره دکترا رو به عنوان استاد به کار بگیره با امید پیروزی ایران و ایران